عاملان اسید پاشی دستگیر شدند. دو متهم این جنایت یک پزشک و دیگری دانشجو بودند. پلیس اعلام کرده متهمان انگیزه صنفی داشتند. دستگیری عاملان اسید پاشی تهران. پلیس تهران با تدابیر ویژه جنایی در کمتر از 24 ساعت متهمان را دستگیر کرد. من با شما صحبت خواهم کرد جداگانه. طرفه یه کمی مثلا به ترسه حواسش به خودش باشه. 3-4 قطره ریختم قد طرفه. بخاطر که اونی که با هم بود من بخاطر که اونی که با هم بود نگه این کارو نکرد. شنبه شب دکتر سیامند انوری رئیس بیمارستان زیایان تهران هنگام بازگشت به خانه مورد اسید پاشی قرار گرفت. بر اثر این حادثه دکتر انوری از ناحیه دو چشم آسیب دید. اینقدر درو قشنگ باز کرد و زد بدون مکس. پس از حادثه دولت به سرعت وارد عمل شد. درمان دکتر انوری در اولویت بود. وزیر بهداشت به عیادت دکتر انوری رفت و از نزدیک روند درمان او را پیگیری کرد. چشمشون، چشم راستشون که خوب بود، چشم چپشون یه مشکلاتی داره، دیشب عمل شدن. امیدواریم که انشالله بهبودی پیدا بکنه. البته بخشی از بدنشون، صورتشون دچار سوختگی شده. پلیس تهران نیز به سرعت تیم ویژه‌ای برای بررسی ماجرا و دستگیری عوامل آن مأمور کرد. ظرف 12 ساعت این افراد شناسایی شدند و دقیقاً ظرف 24 ساعت هم دستگیر شدند. دو نفر این کار رو انجام دادند و متهم اصلی. این موضوع بحث صنفی است و مسائل صنفی رو مطرح کردن مجرمین و متاسفانه از اون شخصی که عامل اصلی اسید پاشی هست، خودش پزشک هست و همکار ایشون هم دانشجو هست. پس از ماجرای اسید پاشی اصفهان، دولت همه امکانات خود را برای محافظت از شهروندان به کار گرفته. حتی کسانی که به شوخی به روی مردم آب بپاشند مجازات خواهند شد. اسید پاشی جز بدترین جنایات به شمار می رود که برای عاملان آن 15 سال حبس، دیه یا قصاص پیش بینی شده. سخنگوی قوه قضایی از اقدام به موقع نیروی انتظامی در بازداشت عاملان اسید پاشی تهران تشکر کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد پرونده های اسید پاشی سریعتر از پرونده های جنایی دیگر رسیدگی خواهد شد. به پرونده اسید پاشی تهران هرچه زودتر رسیدگی می شود. این خبری بود که سخنگوی دستگاه قضایی کشور در پی دستگیری عاملان اسید پاشی تهران داد. من دنبال هم کردم از صبح تا حالا که هرچه زودتر پروندهشون رسیدگی بشه و دنبال بشه. از دادستان تهران دیروز درخواست شد که نسبت به دو موردی که قبلا افرادی که اسید پاشیده بودن حکمشون صادر شده و تایید شده، اینها هرچه زودتر اجرا بشه. غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اینکه اسید پاشی تهران هیچ ارتباطی با ماجرای اصفهان ندارد ادامه داد وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیر ماجرای اصفهان هستند. و آخرین خبرها از پرونده قنچه قوامی. شاید باز جلسه قبل عرض کردم ایشون دو تا اتهام داشت. یه اتهام تبلیغ داشت، تبلیغ علیه نظام داشت. یه اتهام امنیتی دیگری داشت. در دادسرا در اون خصوص قرار من تعقیب صادر شد، یعنی ثابت نشد برای دادسرا و لذا قرار من تعقیب صادر شد. در مورد تبلیغ علیه نظام کیفرخواست خود رفت دادگاه. دادستان به اون قرار من تعقیبی که صادر شده بود اعتراض کرد، آقا ما این دلائل رو داریم و این دلائل با قرار من تعقیب شما نه. رفت دادگاه، دادگاه پذیرفت و الزام کرد به اینکه اون اتهام هم مجددا رسیدگی بشه. و در پایان این نشست خبری اژه‌ای گفت در 6 ماه اول امسال سازمان ثبت اسناد موفق به وصول 1600 میلیارد تومان از معوقات بانکی شده.